به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز چهارشنبه 28 حمل 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 اپریل سال 2019 میلادی. در نخست خط خبرها، کنایه طالبان از بحر اشتراک 250 تن در نشست دوحه. خواست زلمه خلیزاد از طالبان برای انجام آتش بس. تأکید بر خار چشم پنداشتن کماندوها برای دشمن. انتقاد از شیوه سیستم بمب‌های بانکی در کشور. و پیشتازی رئیس جمهوری کنونی اندونزیا در انتخابات. من سعید فرید سنایی هستم. اشتراک کنندگان نشست قطر باید از دولت و جمهوری اسلامی و ملت واحد نمایندگی نماید. رئیس جمهور غنی می‌افزاید نشست دوحه یک فرصت تاریخی است و باید طالبان را قانع سازند تا به گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شده و دست از نبرد بکشند. از سوی هم طالبان از اعلام فهرست طولانی اشتراک کنندگان دولت افغانستان در نشست دوحه انتقاد کرده و گفتند در نشست قطر یک دعوت است نه مراسم عروسی در یکی از هتل‌های کابل. از سفیر خواندن اشتراک کنندگان نشست قطر از سوی حکومت تا کنایه طالبان با حکومت از بر فهرست 250 نفری، تا یک روز دیگر 250 اشتراک کننده حکومت در نشست دوحه به قطر خواهند رفت. اشتراک کنندگانی که قرار از رودرو با طالبان بنشینند و دیدگاهشان را از بر تأمین صلح و پایان جنگ در کشور با آنان شریک سازند. حالا رئیس جمهور غنی امروز در دیدار با این افراد در کاخ ریاست جمهوری میگوید نشست دوحه یک فرصت تاریخی است تا مشکلات دائمی حل گردد و حفظ دستاوردهای پسین افغانستان باید ماموریت شما باشد. شما در قطر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت واحد و عظیم افغانستان نمایندگی میکنید. از حقوق هر طفل، هر زن، هر معلول، هر خانواده شهید و هر شهروند افغانی نمایندگی میکنه. فرد نخست حکومت میگوید زمینه تامین صلح در افغانستان، منطقه و جهان آماده شده و باید طالبان را قانع ساخت تا دست از نبرد کشیده و برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند. دوسنی افغانستان واقعتونه هیله در دونه اولید لطالبان سر شریک کرد. اگوی او پیشنه او اگوی تا فرصت بار کرد تاسی او پیشنه. دوهم، طالبان قانع کرد چه در افغانستان در اسلامی جمهوریت دولت سره لمذاکرات و بغیر بلالار نلری او در جنگ در ختمولو لپاره بلا نسخه نپیدا کرد. با این همه در حال رهبران سیاسی و جهادی تاکید بر نماینده بودن این افراد از سوی حکومت دارند که طالبان گفتند هیچ کسی در این نشست به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک نمی کنند. این گروه نیز ادعا کردند تنظیم کنندگان نشست پلان ندارند که این تعداد افراد را تنها از کابل بپذیرد و نه همچنین نشست ها این گونه مروج است و اداره کابل باید بداند که این دعوت یک ملاقات است نه عروسی در یک از هتل های کابل. نماینده ویژه امریکا بار دیگر بر اعلام آتش بس تاکید کرده و گفته است کسانی که مخالف این هدف باشند در صفحات باطل تاریخ ثبت خواهند شد. اما آگاهان نظامی میگویند اعلام آتش بس بدون فشار سیاسی امریکا بر طالبان ممکن نیست و این روند زمان تحقق خواهد یافت که امریکا طالبان را زیر فشار قرار دهد. آتش بس موضوعی که چند روز است از سوی نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان مطرح می شود، با گونه ای که این بار نیز وی گفته است. باید بسیار وقت پیش جنگ و خشونت در افغانستان پایان میافت و آتش بس انجام میشد تا گفتگوها آغاز شود. هر طرفی که مخالف این اهداف یا شاخصهای آتش بس باشد در صفحات باطل تاریخ ثبت خواهند شد.
اما آگاهان نظامی میگویند این خواست زلمه خلیلزاد بدون آوردن فشار بر طالبان عملی نمی شود و باید امریکایی ها برای تحقق این کار فشار سیاسی را بر طالبان بیشتر سازند تا آنان به این خواست تن دهند. بدون فشار خارجی قوی بخصوص از طرف ایالات متحده آمریکا هرگز تا ماها سالها مذاکرات طول بکشه ما فکر نمی کنم به یک توافقی برسم. اما برخی از آگاهان سیاسی که قرار است در نشست بین الافغانی دوحه اشتراک کنند می افزایند در این نشست موضوع آتش بس از سوی طالبان مطرح نمی شود. بل از سوی کسان مطرح خواهد شد که طالبان از آنان به حیث صاحب نظر در این نشست دعوت کردند. کسایی هستند که طالبان اونا را من حیث صاحب نظران دانستند و کسایی که در رجیب افغانستان دمسوزی دارند اینا را سفارش شکده که اینا دعوت شوند. در سوی دیگر باورها بر این است که آتش بس برای یک زمان محدود نیز می تواند زمینه گفتگوهای تصمیم گیرنده را فراهم سازد، مشروط بر این که طالبان آن را بپذیرند. آتش بس تنها خواست آقای خلیلزاد نی بلکه انتظار مردم افغانستان است. اگر واقعا طرف ها بر آنچه که میگن صادق هستند، یعنی اگر واقعا برای سال اینا تلاش میکنن، حرکت میکنن، هم گروه طالبا هم حکومت افغانستان، خب یکی از مواردی که اعتماد مردم و امید مردم نسبت به روند صلح تقویت میکنه او قبول آتش بس است. این همه هنگام مطرح میشود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اخیراً اعلام عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده و بر پایان خشونت ها و تسریع روند گفتگوهای صلح در افغانستان تاکید نموده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید کمانده‌ها خار چشم دشمن است و دل دشمن در پنجاب پاکستان از ترس نیروها به لرزه در آمده است. وی که در مراسم فراغت کمانده‌ها سخن می‌زد افزود که نظامیان کشور از صلح در افغانستان حمایت خواهند کرد که دستاوردهای کشور قربانی آن نشود. او میگوید که هیچ نیروی قدرت منحل کردن ارتش را ندارد. احمد شکیب محمدی گزارش می‌دهد. فراغت بیش از 1000 نیروی کماندو در کابل. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی که در مراسم فراغت این نیروها اشتراک کرده است میگوید که کماندوها خار چشم دشمن است و دل دشمن در پنجاب پاکستان از ترس این نیروها به لرزه در آمده است. جنگ شما بر آبادی و سیال کردن افغانستان با ملتای دیگه است. و ایران بفهمین که این فراغت شما امروز گپ عادی نیست. خار چشم استین بر دشمن و دل دشمن در پنجاب میلرزه از این فراغتتان. وی تصریح میکند که نظامیان کشور از صلح حمایت خواهند کرد که دستاوردهای اخیر در کشور قربانی آن نشوند. پیشتر در ترانه استاد شنیدم که جاهلا با استفاده از یک گروپ جاهل و ابله و پس رفته که از خود ماست و با حضور داشت خودشان عملیات جنگی خودش شروع کردن، با وجود که صحبتای صلح جریان داره اونا اعلامی عملیات جنگی خودم نشر کردن. شما در او شرایط فارغ میشه از صحبتایی که در هر جای بخاطر صلح روان است حمایت میکنیم، به شرط که صلح نباید زیر نام صلح نباید آغاز یک جنگ جدید باشد. سرپرست وزارت دفاع ملی در واکنش به گفته های یک عضو گروه طالبان که خواهان منحل شدن ارتش شده بود نیز چنین میگوید: از هر
آدم غیر مسئول دوباره از بین بردن اردو و هر چیز دیگه میشنوین. زمانی گپ دیگه گذشته، انشالله اگه صلح میامد مالکیتش تو خواد داشتی، تو سربازی که امروز کلاه سرخ کماندو را بسر کرد. نیروهای کماندو هم از آمادگیشان برای دفاع از افغانستان سخن میزنند. امروز فارغ شدیم، انشالله با رفتن ما به صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به خاطر صلح، امنیت و آرامش مردم خیش او د افغانستان مظلوم ملت نه دفاع وکي او د افغانستان د خاور نه دفاع وکي. د اردوی ملی مو کس یک اردوی هست که اینا هستند که ما هستیم راحت و امروز خود آمده کنار از اینا البته جای افتخار است بر ما. سرپرست وزارت دفاع ملی همچنان گفت که شماری از کشورها به گونه مستقیم و غیر مستقیم از گروه های هراس افغان حمایت می کنند، اما نظامیان کشور در برابر این گروه ها و حامیانشان با جدیت مبارزه خواهند کرد. کماندوها از قدرتمندترین نظامیان افغانستان به شمار می روند. این نیروها قرار است که برای دفاع از افغانستان در دشوارترین عملیات های نظامی اشتراک نمایند. احمد شکیب محمدی، تلویزیون خورشید، کابل. بیش از 200 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در دو هفته پسین در کشور جان باخته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می‌افزایند در این جریان بیش از 20 هزار خانه به گونه کامل یا قسمان تخریب شده است. منطقه قلعه‌واحد در ناحیه پنجم شهر کابل یکی از منطقه‌هایی است که در دو روز پسین گواه سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش بوده است. سیلاب‌هایی که به گفته باشندگان آن بیش از 100 خانه را ویران کرده است. طلا محمد باشنده همین منطقه است و میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها همه دار و ندار خود را از دست داده و تا هنوز کمک دریافت نکرده است. خانه هم شکست خورد، زیر افتاد. باز که افتاد اون چیزی که ما 4 فامیل همینجا زندگی میکردیم، اون موجه چیزی که مال بود، آل بود، کلش زیر گل خاک. اومد مثلا حالت خراب بود. ما فامیل های ارای با ما پایین کردیم. همه همسایه ما بیچاره مشکل بود. هر چی داد میده که به کمکش نمیرسید. فردا شد آب کم شد، فردا اومد هر کس میاد تبصری میگیری، عکس میگیری، عکس میگرفت. کس در قصه ملتی نبود. افزون بر این در یک هفته پسین ولایت های پروان، هرات، بادغیس، بلخ، نورستان، ننگرهار و تخار نیز گواه سرازیر شدن سیلاب ها بوده است. با این حال سخنگوی ولی پروان میگوید ریاست مبارزه با حوادث و همچنان مؤسسات همکار با کسایی که آسیب دیده هستند همکاری جدی خود داشته باشند. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید از اثر سرازیر شدن سیلاب‌های پسین افزون بر جان باختن 200 تن و زخمی شدن 50 تن دیگر بیش از 20 هزار خانه تخریب و یا قسمان تخریب شده است. شدت سیل بیشتر بود، نواحی مختلف شهر کابل و ولایات افغانستان را به این مشکل مواجه شده بودند. از اون لحاظ کمک ها زیاد هم مبتنی بر نیازهای مردم نبوده متاسفانه، ولی تلاش ما همی بود که حداقل همزمان سروی صورت بگیره، همزمان کمک رسانی صورت بگیره، در کنار از اون ما تحکیم کاری خود هم ادامه بدیم. همچنان در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها جاده های شماری از ولایت های کشور تخریب و برای ترافیک بسته شده است. سیلاب هایی که در روزهای اخیر صورت گرفتند در بیشترین از ولایت ما مثل ولایت بدخشان، مزار شریف، تخار، پنجشیر، هرات، بادغیس، نورستان و پروان و بیشترین از ولایت‌های دیگه ما که صورت گرفته بودند و بدبختانه بعضی تخریبات هم داشته در پی. گفتنی است قرار است وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی برای مبارزه با این گونه رویدادها در کشور بیش از 40 میلیون افغانی را هزینه کند. وزارت معارف کشور میگوید نزدیک به 400 باب مکتب در سراسر کشور از سر ناامنی ها بسته مانده است. این وزارت ناامنی و حمله بر مکتب ها را بزرگترین چالش فراراه این ها دانسته و می افزاید که آنان با کمبود نزدیک به 60 هزار آموزگار نیز روبرو اند. از سوی هم وزارت تحصیلات عالی میگوید که پایین بودن کیفیت در نهادهای تحصیلی بزرگترین چالش در کشور بوده و از تلاش ها برای معیاری سازی نهادها سخن می زند. سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگوید از طالبان به گونه رسمی در این جرگه دعوت نشده است، اما امیدوارند که نشست قطر بتواند زمینه اشتراک طالبان را در این جرگه فراهم سازد. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که برگزاری جرگه مشورتی صلح در روند صلح سودمند نخواهد بود.
خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. با منظور فروش فرآورده های صنایع دستی بانوان صنعتکار نیاز است حکومت زمینه بازاریابی آنلاین را برای بانوان فراهم سازد. بانوان صنعتکار می گویند در حال حاضر به دلیل نبود بازارهای دائمی و همچنان نبود دسترسی بانوان صنعتکار به بازارهای جهانی سبب شده تا آنان نتوانند با فرآورده های صنایع دستی کشورهای منطقه رقابت نمایند. صدیقه مالک این کارخانه صنایع دستی می باشد که در یکی از نقاط پررونق شهر کابل فعالیت می کند. وی همراه با دو دخترش فرآورده های دستی مانند سنگ های گرانبها، لباس های سنتی و همچنان برخی از ابزارهای دیگر را آماده کرده و به فروش می رسانند. او می گوید در حال حاضر به دلیل نبود بازار دائمی برای فروش فرآورده های صنایع دستی به عنوان صنعتکار ماهانه 5 تا 7 هزار افغانی درآمد می کند. در حالی که اگر زمینه بازاریابی آنلاین فراهم شود، آنان می توانند از این طریق خریداران خوب در بازارهای جهانی پیدا نمایند. وقتی که این جنس ما از طریق آنلاین میره مشتری خود پیدا میکنه، مشتری تقاضا میکنه، تقاضا یعنی فکر کنین که یک گروپ را ما با یک گروپ در 34 ولایت وصل میشیم و تا در خارج از کشور. از سوی هم مسئولان نمایشگاه آنلاین میگویند بیش از 100 بانوی صنعتکار همکنون از طریق بازاریابی آنلاین فرآورده هایشان را در بازارهای جهانی به فروش می رسانند که روزانه تا 100 سفارش برای خریداری فرآورده های صنعتکاران به آنان می آید. 100 خانم که در 50 کاتگوری تحت پوشش نمایشگاه آنلاین بانوان افغان قرار گرفته که روزانه از 50 تا 100 سفارش مشتریان دریافت می کنند. اما وزارت امور زنان کهنه بودن طرح‌های صنایع دستی بانوان را از عوامل بنیادی کم علاقگی مردم به صنایع دستی بانوان صنعتکار در کشور می دانند. و با یک کیفیت در بسته‌بندیش در پروسسش شما دقت کنین، همینقدر بازاریابیتان و ای که شما آردر زیاد بگیرین از داخل و خارج از همه کسایی که شما را می خواهی حمایت کنن، شما در اون قسمت موفق می باشه. با گفته بانوان صنعتکار، حکومت باید با آموزش ها و طرح‌های جدید برای بانوان بخش صنایع در معیاری سازی فرآورده های تولیدی آنان را همکاری نماید. با منظور جلب سرمایه‌گذاری ها در کشور نیاز است تا سیستم وام های بانکی بازنگری شود. اعضای بخش خصوصی میگویند در حال حاضر شرایط دسترسی به وام های بانکی از لحاظ فنی و افزایش مفاد سبب راکت ماندن پول در بانک ها و افزایش میزان بیکاری و ناداری در کشور شده است. از سوی هم وزارت اقتصاد دسترسی سرمایه‌گذاران را به وام های بانکی یگانه راه رشد اقتصادی کشور میداند. اعضای بخش خصوصی در نخستین نشست گفتمان ملی پیرامون دسترسی به وام‌های بانکی که سوی نهاد توسعه آلمان در کابل برگزار شده بود میگویند با گذشت 15 سال هنوز هم سرمایه‌گذاران به وام‌های بانکی مناسب در کشور دسترسی ندارند که این کار مانع رشد اقتصادی در کشور شده است. تو خصوصی بانکونو سره خصوصا د هغه بانکونو سره چې دوی ورې قرضې ورکوي زمونږ سرمایه‌دارانو ته او زمونږ خلکو ته دا غوی سره په هغه مشکلات او پرابلمونو باندې باس وشي چې څه موانع موجود دي چې دا پروسه په مخ باندې نزي. دا هغه موانع او د حلولو لپاره به مشترکاً حل ځلې کوو او مشترکه به پلانونه جوړو. دا هغه لپاره به کار کوو. از سوی هم وزیر اقتصاد میگوید در حال حاضر دسترسی آسان به سرمایه گذار به وام های بانکی با تکتانه مناسب زمینه را برای رشد اقتصاد و رسیدن به خود بسندگی افغانستان فراهم می سازد. اما می دانیم که دسترسی آسان و ارزان به قرضه در رشد سرمایه گذاری به صورت مستقیم رابطه داره و ما را در تمام مسائل رشد تشبثات بخصوص تشبثات متوسط و کوچک کمک میکنه. افزون بر این، افزایش هزینه های تولید، نبود دسترسی سرمایه گذار به زمین، افزایش بهای برق، نبود کارگر ماهر و نبود امنیت فردی سرمایه گذار از چالش های جدی فراراه جلب سرمایه گذاری های بزرگ در کشور دانسته می شود. و حال هم توجه نمود بین خسار در بازارهای کشور.
با ادامه خبرها خوش آمدید. رایگیری در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اندونزیا احتمال انتخابات دوباره رئیس جمهوری کنونی پایان یافته است. انتخابات این کشور بر جمعیت مسلمان در حال برگزار می شود که گزارش ها از پیشتازی 10% جوک ویدودو رئیس جمهوری کنونی آن کشور به نشر رسیده است. آقای ویدودو در صورت برنده شدن با اعلام نتایج نهایی برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری اندونزیا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه مجلس کنگره در مورد قطع ارتباط ایالات متحده با عملیات نظامی ائتلاف عربی در یمن را وتو کرده است. دفتر رئیس جمهوری آمریکا با نشر اعلامیه گفته است قطع ارتباط نظامی آمریکا با جنگ یمن بر تلاش های آن کشور برای جلوگیری از تلفات ملکی و فعالیت گروه های حراس افغان در این منطقه تاثیر منفی میگذارد و زمینه فعالیت ایران را بیشتر میسازد. پیش از این در ماه مارچ مصوبه قطع ارتباط کمک آمریکا به ائتلاف عربی با رهبری عربستان از سوی مجلس سنای آمریکا به تصویب رسیده بود. و هنرمندان با ترسیم تصاویر گوناگون در شبکه‌های اجتماعی نسبت به آتش‌سوزی پسین در کلیسای نوتردام پاریس ادای احترام کردند. این کلیسا دو روز پیش آتش گرفت و پس از ساعت‌ها عملیات 400 آتش نشان آن را خاموش کردند. حکومت فرانسه اعلام کرد که این آتش سوزی عمدی نبوده است. با پایان سرویس خبری ساعت 6 از خورشید رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی دانا فرطان خود خودم.